رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهران وبرادران عزيز ومهربان، أولا عيد سعيد أظهر به همه کسانی که مرا مشاهده میکنن و پیام مرا میشنوند تبریک عرض میدارم. و بعد از الله سبحانه و تعالی استدعا میکنم که به همه ما شما توفیق عمل صالح را عطا کنند. بدون شک که این تقاضای بشری و فطری هر انسان هست که باید روزهایی باشه که آنها جشن بگیرن و از روز تجلیل کنن و هر کس به اندازه وسط توان خود خوشحالی خود باید ابراز کنن. از اون خاص اسلام عزیز ما هم دو روز را، روز عید سعید فطر و عید سعید اضحا را برای ما مسلمانان در نظر گرفته تا که ما جشن بگیریم و تجلیل کنیم از این روزها. موضوعی که امروز میخوایم بیان کنم راهنمایی های اسلام در خصوص تقویت پیوند و یا ارتباط میان زن و شوهر و یا زوجین هست. یعنی ای که پیوند و ارتباط ازدواج باید چگونه مستحکم باشه و قوی باشه. اسلام عزیز ما در این مورد با ما راهنمایی هایی داشته. بدون شک با ارتباط ازدواج هست که زوجین یا زن شوهر از طریق مشروع تحت قانون الهی نسل انسانی را افزایش میدهند و همین پیوند مشروع سبب حفاظت انسان از ارتکاب زنا و جرایم اخلاقی و آلودگی های باطنی و معنوی میشه و جامعه انسانی را از هر نوع ناهنجاری ها و آلودگی های اجتماعی حفظ میکنه و نگه میداره. و برکت پیوند و ارتباط مبارک ازدواج هست که زوجین یا زن شوهر در قبال تربیت فرزندانشان احساس مسئولیت میکنند و معاون همدیگی خود قرار میگیرند. یعنی با کمک یکدیگر خود فرزندانشان را تربیت میکنند. همسر و شوهر به آرامش روحی واقعی دست میابند و میرسند و همو علاوه بر این که اجنبیت و نامحرمیت و یا بیگانگی قبل از ازدواجشان از بین میره، بعد از ازدواج روز به روز انس و علاقه و محبت در میانشان افزایش پیدا میکنه و این همه به توفیق الله متعال صورت میگیره. بنابراین رابطه زن و شوهر با در نظر داشت منافعی که بسیار زیاد منافع زیادی داره و فواید گوناگونی داره، در اسلام از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار هست. یعنی دین اسلام با توصیه ها، دستورات و سفارشات خود به ارتباط میان زن و شوهر و یا پیوند ازدواج توجه و عنایت کامل نموده و همچنین از بین بردن و قطع کردن این پیوند را یک کار مبغوض و منفور و زشت پنداشته است. از اون خاص است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف می فرماید، روایت از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما است که سنن ابی داود و را ذکر نموده، ابغض الحلال عند الله الطلاق، یعنی مبغوضترین و زشترین و ناپسندترین حلال نزد الله سبحانه و تعالی طلاق هست. در حالی که حلال هست اما یک امر و کار مبغوض و زشت پنداشته شده. چرا؟ به خاطری که موجب فروپاشی نظام خانواده و تیربختی و بدبختی فرزندان میشه. یعنی بر فرزندان بسیار تأثیرات منفی داره. یعنی بر علاوه که طلاق از خود فواید داره، بسیار اضرار زیادی هم داره، تأثیرات منفی هم داره که ان شاء الله در برنامه های بعدی در مورد طلاق هم صحبتی خواهد داشتیم. متاسفانه در جامعه امروزی مسلمانان ای به علت غفلت و بیخبری و ناگاهی مسلمانان از دستورات اسلام هست، بالخصوص در مورد زندگی مشترک و یا حقوق زن و شوهر که کاملا بیتوجهی میکنن به راهنمایی های شریعت و اسلام. و بعد از اختلافاتی که میان زوجین و زن و شوهر به وجود میاد، یعنی عدم عمل کردن به شیوه صحیح طلاق، اگر میخواین که از همدیگر خود جدا شوند، با شیوه صحیح طلاق که اسلام عزیز ما مورد دستور داده با او شیوه هم عمل نمی کنن. و از این لحاظ است که این طلاق یک کابوس وحشتناک
بر یک خانواده میشه و بر بسیاری از خانواده ها مانند یک کابوس وحشتناک سایه انداخته و باعث بدبختی آنها گشته است. و این کاملا یک واقعیت است که ما از چنین وقایع و حادثات زیادی دیدیم و مشاهده کردیم، با تجربه ثابت هست. اسلام عزیز ما رهنمایی های زیادی در خصوص تقویت و استحکام پیوند و ارتباط ازدواج نموده هست که اگر انسان مسلمان این رهنمودهای اسلام را مد نظر بگیره، انشاءالله که یک زندگی موفق و کامیاب و خوشبخت داشته می باشن. از جمله رهنمایی اول، حق انتخاب همسر هست. از دیدگاه اسلام، زن و مرد هنگامی که به سن رشد و تکلیف رسن، در انتخاب همسر آینده خود از آزادی کامل برخوردار هستند و حق دارند که انتخاب کنند و هیچ فردی از اولویه دختر و پسر، حتی پدر و مادر هم اجازه نداره که خواستگار و یا ازدواج مورد نظرشان را بر دختر و یا پسر خود تحمیل کنند از طرف خود. یعنی اگر پسر و یا دختر رضایت نداشته باشه، به صورت کامل ازدواج صورت نمیگیره. و بسیاری از ازدواج هایی که به انتخاب دختر و پسر صورت گرفته و هر دویشان به رضایت خود ازدواج کردن، انشاءالله که موفقیت ها و موفقیت های زیادی را هم همراه خود همراه داشته. یعنی یک پیوند و ارتباط قوی داشتن. از اون هاست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نکاحی دختری از انصاری را که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و شکایت کرد و گفت که پدر مرا به اجبار به نکاح داد و من رضایت نداشتم، پیامبر صلی الله علیه و سلم نکاحش را مردود و باطل اعلام کرد و گفت که کاملا فسخ است، چون که دختر رضایت نداشت. یعنی اگر رضایتی پسر و دختر نباشه، اصلا نکاح صورت نمیگیره و فسخ است. از جمله عامل دیگری تقویت و یا استحکام ارتباط ازدواج میان زن و شوهر، آگاهی و دانایی شوهر و همسر هست به حقوق یکدیگر. اگر از حقوق همدیگه خود زن و شوهر دانا باشه، آگاه باشن، یک زندگی موفق داشته می باشن. الله متعال در قرآن مجید در این مورد می فرماید برای زنان است همانند حقوقی که مردان بر آنان دارد. یعنی مثل حقی که شوهر بر خانم خود داره، خانم هم بر شوهر خود حق داره. اگر از حقوق هم دیگر خود آگاه باشن، دانا باشن، پس زندگیشان موفقانه پیش میره و ارتباط و پیوندشان مستحکم میباشه. عامل دیگری که باعث اختلاف در زندگی زن و شوهر میشه، ناآگاهی و نادانیشان از حقوق هم دیگر هست. بعضی از زوجین هستن که کاملا از حقوق همدیگه خود آگاه نیستن و خبر ندارن. از اون خاص بعض اوقات بالاتر و فراتر از حقوق همدیگه خود ادعا میکنن که هم باعث اختلافات در میان زندگی زن و شوهر میشه. و از جمله مؤثرترین عامل در تقویت پیوند ارتباط ازدواج، معاشرت نیکو و اخلاق پسندیده هست و یا اخلاق زیبا که از طرف هر دو جانب زن و شوهر باید مد نظر گرفته شود. اما اغلبا چون که از طرف مردان در حق زنانشان بی‌عدالتی صورت میگیره، اغلبا اکثریت، از اون خاص الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم شان مردان را مخاطب قرار میده و امر میکنه و عاشروهن بالمعروف، یعنی با زنانتون معاشرت و روی و رفتار نیکو پسندیده داشته باشین. همین معاشرت نیکو تمام حقوق را در بر میگیره، از جمله حق نفقه، حق مهریه، حق آمده ساختن و یا فراهم نمودن جای بود و باش و مسکن و همچنین تمام برخوردها و رفتارهای نیکو که از نگاه دین هست و در عرف و اجتماع خوب پنداشته میشه، این را باید زن شوهر هر دو مد نظر بگیرن و تطبیق کنن. و یکی از عامل مؤثر و ریشه‌دار در تحکیم و محکم داشتن رابطه زن و شوهر و جلوگیری و اجتناب از تنش‌های خانوادگی و اختلافات خانوادگی، اخلاق زیبا و نیکو هست. از این حاس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شخصی را که نسبت به خانوادهش بهتر هست به عنوان بهترین انسان معرفی میکنه. یعنی بهترین فرد فردی هست که نسبت به خانوادهش خوشرفتارتر و بهتر باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به عنوان بهترین انسان به ما معرفی میکنه. پس اخلاق زیبا همیشه
باعث موفقیت و خوشبختی یک انسان میشه. از لحاظ انسان مسلمان باید اخلاق زیبا و روی نیک را در حق همه انسان های دیگر مد نظر بگیره، بالخصوص در خانواده، در جامعه و در اجتماعی که زندگی می کنند. از جمله عامل دیگری تحکیم و یا تقویت پیوند ازدواج در میان زن و شوهر محبت میان زوجین هست. زوجین یا زن و شوهر باید میان همدیگر خود محبت و دوستی داشته باشند و اظهار محبت به همدیگر کنند. یعنی بعضی محبت داشته می باشن، اما محبتشان قلبی می باشد، او را اظهار کرده نمی تانند، ابراز کرده نمی تانند. از اون لحاظ جانب مقابل چگونه بفهمه که ما نسبت به او محبت داریم و یا دوستی داریم؟ و شرط مهمش است که باید محبتشان را، دوستیشان را در میان همدیگر اظهار کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت می فرماید که هرگاه انسان با بنده محبت داشته باشه باید محبت خود را ابراز کنه، یعنی نشان بده. زن و شوهر، زوجین، هر دو باید محبتی که در میان همدیگری خود دارن او را باید اظهار کنن، ابراز کنن و نشان بدهند تا که علاقه در میانشان مستحکم شوه و ارتباطشان قوی‌تر شوه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف می فرماید که هر آنچه که در راه الله انفاق کنید و خرج کنید، مصرف کنید، الله سبحانه و تعالی در مقابلش به شما اجر پاداش میده. حتی اگر یک لقمه را در دهان همسرت میگذاری، الله سبحانه و تعالی در مقابل او اجر پاداش میده و او را به عنوان صدقه محسوب میکنم. یعنی به نظر بعضی ها شاید بسیار یک رفتار عادی باشه، اما یک رفتار عادی نیست، بلکه در ارتباط زن شوهر بسیار تأثیرات داره و محبتشان را و علاقهشان را نسبت به یکدیگر افزایش میده. از اون لحاظ حتی بعضی از رویه و رفتار بسیار عادی باعث میشه که محبت میان زن شوهر زیاد شوه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حتی همون لقمه ای را که در دهن همسر خود یک شوهر میگذاره او را به عنوان صدقه معرفی میکنه و در مقابلش الله تبارک و تعالی برای ما اجر و پاداش نصیب میکنه. و بزرگترین علل و دلیلش هم ای است که محبت را در میان زوجین و زن شوهر افزایش میده و زیاد میکنه. و همچنین رابطه زن و شوهر فقط رابطه دنیایی و یا نفسانی نیست، بلکه یک رابطه است که به آخرت هم سرایت میکنن، یعنی یک رابطه اخروی هم دارن. اگر زن و شوهر در دنیا یک زندگی موفق داشته باشن و یک جا باشن، در آخرت هم با هم دیگر خود یک جا میباشن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف میفرماید الله رحمت کنه اون مرد را که از طرف شب از خواب بیدار میشه، وضو میگیره و نماز میخونه و همسر خود را به خاطر عبادت بیدار میکنه. اگر همسرش کسالت و تنبلی میورزه، کمی آب را میگیره بر رویش میپاشه و الله رحمت کنه او زن را که از طرف شب از خواب بیدار میشه، وضو میگیره و نماز میخونه و به خاطر عبادت شوهر خود را از خواب میخواد که بیدار کنه. اگر شوهرش کمی کسالت و تنبلی میورزه، آب را میگیره بر رویش میپاشه. یعنی این کاملا علاقه را نشان میده که زن و شوهر بر علاوه ای که در دنیا با همدیگر خود ارتباط دارن، حتی به عبادت همدیگر خود باید هم توجه داشته باشن و دقت کنن و به ارتباط اخروی خود هم باید کوشش کنن و تلاش کنن. از جمله عامل دیگری تقویت و یا استحکام ارتباط میان زن و شوهر، همکاری با همسر در کارهای خانه هست. یعنی بر علاوه ای که مردها اکثریت مردان و همین وظیفهشان است که باید در بیرون از خانه نفقه پیدا کنند و خرج و مصارف فامیلشان را باید مهیا بسازند، اما بر علاوه او هم به خاطر استحکام تقویت ارتباط زن و شوهر باید با همسر خود هم در خانه همکاری داشته باشه در کارهای خانه. از اول لحاظ حضرت عایشه رضی الله عنها می فرماید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خدمت خانوادهش بود. یعنی بر علاوه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک پیامبر بود، خلیفه بود، یعنی بسیار مسئولیت زیادی داشت، اما باز هم در خانه همراه با همسران خود همکاری می کرد. و خاطری که امی همکاری علاقه میان زن و شوهر را
زیاد میکنه و تقویت میبخشه. همچنین عامل دیگری تقویت ارتباط میان زن و شوهر مد نظر داشتن نیکی های یک دیگر هست و چشم پوشی از بدی ها است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف هم ما را توصیه میکنه، مسلمانان را سفارش میکنه که باید در حق همسرشان و در حق شوهرشان باید نیکوهای همدیگر را مد نظر بگیرن و از بدی های همدیگر باید چشم پوشی کنن. یعنی هر انسان به طور طبیعی از خود نیکی ها و بدی ها داره، اخلاق نیک و بد دارن، اما به خاطر پیشرفت ارتباط میان زن و شوهر و تقویت پیوند ازدواج باید هر دو جانب زن و شوهر خوبی های همدیگر همیشه مد نظر بگیرن و از بدی های همدیگر چشم پوشی کنن تا که ارتباط موفق داشته باشن. الله سبحانه وتعالى در آیه قرآن زمشان هم میفرماید فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. یعنی اگر شما نسبت به خانمتان بدبین میشین، پس ایره به یاد داشته باشین که شاید الله تبارک و تعالی در آن چیزی که شما او را بد میبینین به شما خیر کثیر و زیادی را نهفته باشه. و همچنین اگر زنی در مقابل شوهر خود بدبین میشه و تیره مد نظر بگیره، که الله تبارک و تعالی در او شوهرش برایش خیر کثیر و خوبی های زیادی را نهفته باشه. ان شاء الله که از الله سبحانه و تعالی استدعا میکنم که همه مسلمانان در مورد هر بخش زندگی خود، هر عرصه زندگی خود، چی عرصه خانوادگی هست و چی ارتباط اجتماعی هست، باید در هر ارتباط خود انشاءالله که تلاش کنن و کوشش کنن تا که معلومات کافی در اسلام داشته باشن تا در چوکات اسلام و در دایره اسلام زندگی موفق و خوشبخت داشته باشن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.